مرداد ماه سال 1397 با صدای جیغ و فریاد همسایه ها پلیس را خبر می کنند و رسیدگی به پرونده آغاز می شه. نخستین بررسی ها نشون می ده که پدر خانواده و یکی از پسرانش به قتل رسیده و نفر سوم مجروح شده. همچنین آثار شلیک گلوله های متعددی روی دیوار و درهای خانه وجود داشت که این فرضیه را قوت می بخشید که ضارب اتاق به اتاق خانه را جستجو کرده و احتمالاً به دنبال فردی خاص می گشته. مشخص شد عروس خانواده با طرح نقشه‌ای همچون سناریوی یک فیلم جنایی تصمیم به اجرای جنایت هولناک گرفت. این زن جوان که در اندیشه انتقام خونینی از برادر شوهرش بود فرشته نام داشت. سلام دوستان، به کانال آدم بدها خیلی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید و اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. در تحقیق از همسایه ها مشخص شد ضارب مردی با قدی متوسط و موهای خرمایی بوده، اما در حالی که پلیس به دنبال یک مرد در این پرونده میگشت خیلی زود مشخص شد که عامل این جنایت هولناک عروس خانواده بوده که با لباس مردانه و اسلحه‌ای که در دست داشت وارد خانه شده و پدر شوهر و یکی از برادران همسرش رو کشته و متواری شده. آثار شلیک گلوله‌های متعدد روی دیوار و درهای خانه این فرضیه رو قوت میبخشید که ضارب اتاق به اتاق به دنبال فرد خاصی میگشته. بدین ترتیب بعد از کشف راز این اتفاق، رد پای عروس خانواده در این جنایت نمایان شد. او سرانجام دستگیر میشه و فرشته در بازجویی ها منکر این جنایت خانوادگی شد. اما سرانجام در بازجویی های فنی لب به اعتراف گشود و راز این جنایت رو برملا کرد. او به کارگاهان جنایی گفت: چند ماهی بود که شوهرم به مأموریت خارج از کشور اعزام شده بود. راستش تا وقتی هم بود رابطه بین من و اون چنگی به دل نمیزد، اما قسم میخورد هیچ وقت به فکر خیانت نبود. تا اینکه یک روز سوار یک تاکسی اینترنتی شد و چون ترافیک بود زمان زیادی طول کشید تا به منزل برسه. راننده جوان خوش‌تیپ و خیلی شیک و با ادبی بود. در طول مسیر سر صحبت باز شد و در مسائل مختلفی هم کلام شدیم و آخر سر کار به درد و دل کشید و من هم گوشه‌ای از داستان زندگیم رو تعریف کردم. اینکه تنها هستم و شوهرم به مأموریت میره. یکی دو روز گذشت تا دوباره به صورت اتفاقی باز هم کوروش اون راننده رو دیدم. حالا که فکر میکنم شاید زیاد هم اتفاقی نبود. خلاصه اینکه رابطه بین من و کوروش یواش یواش شکل گرفت و البته تا قبل از اتفاقی که برام افتاد در حد دور زدن و کافه رفتن با هم بود. تا یه شب یه شام مفصل درست کردم و کوروش رو دعوت کردم بخونم. شام رو که خوردیم نشستیم جلوی تلویزیون که فیلم نگاه کنیم که صدای زنگ در بلند شد. منتظر کسی نبودیم و همسایه ها هم خیلی با ما در ارتباط نبودن. از چشمی در نگاه کردم، برادر شوهرم پشت در بود و از ظواهر مشخص بود خیلی اوضاع عادی نیست. کوروش رو فرستادم تو اتاق و در رو باز کردم. او وارد شد و بی مقدمه یک کشیده خوابون زیر گوش من و فریاد زد: کجا قایمش کردی؟ دنیا رو سرم خراب شد. فقط یادمه به پای فربود افتاده بودم و میگفتم ببخش غلط کردم، کاری باهاش نداشته باش. کوروش از اتاق خارج شد و خلاصه به هر بدبختی بود از خونه بیرون زد و من موندم و فربود. از ترس اینقدر گریه کردم که چشمام نمیدید. دوتا قرص خواب‌آور با هم خوردم و رفتم تو اتاق. رو تختم خوابیدم. تمام وجودم پر از استرس و ترس بود. نمیدونستم میخواد چه اتفاقی بیفته. اگه فربود ماجرا رو برای فرهاد همسرم تعریف کنه چی باید جواب بدم؟ با خودم کلنجار می رفتم که یهو احساس کردم یه نفر از پشت بغلم کرد، جوری که دست و پام رو تو بدنش قفل کرد. هرچی تلاش کردم که خودم رو رها کنم بیفایده بود. فربود با نقطه ضعفی که از من گرفته بود یه فکر شیطانی داشت و اون شب تا صبح چندین بار به من تجاوز کرد. وقتی دیدم مدام از من بابت این قضیه آتو گرفته که هر بار شوهرم نیست میخواد به من تجاوز کنه و با من رابطه داشته باشه، موضوع رو به شوهرم گفتم. او هم از من خواست برای اثبات ادعاهایی که کردم برادر شوهرم فربود رو به قتل برسونم. برای همین به من اسلحه داد و با پوشیدن لباس مردانه به ساختمان سه طبقه پدر شوهرم رفتم تا فربود رو بکشم. اما همین که صدای اولین گلوله اومد، فربود از مرگ فاصله گرفت. برادر شوهر دیگم امیر و پدر شوهرم به اونجا اومدن. من هول شده بودم و دست و پام رو گم کرده بودم.
با اسلحه‌ای که 13 فشنگ داشت به طرف اونها شلیک کردم. پدر شوهرم و برادر شوهرم بر زمین افتادند و من خیلی زود فرار کردم. با اعترافات تکان دهنده این زن جوان، او در شعبه 4 دادگاه کیفری به قصاص محکوم و حکم قصاص اون از سوی قضات دیوان عالی تایید شد. اما ماجرا به همین جا ختم نمیشه. چند ماه بعد، یعنی روز 22 بهمن، فرهاد شوهر فرشته نیز به قتل میرسه. جسد این مرد جوان که دکترای شهرسازی داشت و از مدیران شهرداری به شمار میرفت، داخل یک گودال کشف میشه. با انتقال جسد فرهاد به پزشکی قانونی، علت قتل وی اصابت چاقو به ناحیه سینه گزارش میشه. به دستور قاضی عبداللهی، فرشته عروس خانواده که پیش از این به عنوان قاتل برادر شوهر و پدر شوهرش به قصاص محکوم شده، به عنوان مطلع در این پرونده به شعبه 4 منتقل میشه. با شروع تحقیقات پلیسی، ماموران موفق به شناسایی قاتل میشن. چند روز بعد فربود برادر مقتول دستگیر میشه و به قتل اعتراف میکنه. در آغاز جلسه فرزند مقتول خواستار قصاص عموی خودش میشه. سپس متهم ردیف اول فربود در جایگاه قرار میگیره و در دفاع از خودش میگه: میدونستم برادرم فرهاد میخواد منو بکشه. حتی میدونستم گودالی به عنوان قبر برای من کنده بود تا منو دفن کنه. اما وقتی با این صحنه مواجه شدم، پیش دستی کردم و با چاقویی که همراهم بود در دفاع از جان خودم اون رو کشتم. عروس دوباره ماجرا رو در دادگاه تعریف میکنه و میگه ماجرا از زمانی شروع شد که شوهرم برای مأموریت چند روزی در خانه نبود و قرار میشد برادر شوهرم به خانه ما بیاد تا پیش من و پسر 7 بمونه. او که مدتی منو تحت نظر داشت، از ارتباط من با کس دیگه با خبر میشه و چون دنبال آتو گرفتن از من بود که با من رابطه داشته باشه، من از نگاه های اون چند باری این رو می دیدم که با منظور بوده و از اینکه در خونه ما رفت و آمد می کرد ناراحت بودم، اما سعی می کردم به روی خودم نیارم. اون وقتی بعد از چند بار به خانه ما آمد، یک بار آب میوه خرید و من با خوردن آب میوه مسموم شدم و در حالتی که هیچ اختیاری نداشتم اون به من تعرض و تجاوز کرد. بعد از اون وقتی به هوش اومدم، متوجه شدم برادر شوهرم منو تهدید کرده و گفته اگه ماجرا رو به کسی بگم فیلم تجاوزش رو نشون خواهد داد. من بسیار ناراحت بودم، برای همین موضوع رو به شوهرم گفتم. اون گفت اگر میخوای حرفات رو اثبات کنی باید برادرم رو بکشی. برای همین اون اسلحه خرید و به من آموزش تیراندازی داد. شب حادثه لباس مردانه پوشیدم و به خانه پدر شوهرم رفتم. من 7 به اتهام قتل در زندانم و به قصاص محکوم شدم. اما باید بگم که برادر شوهرم عامل همه این جنایت ها بود. او به من تعرض کرد و باعث ریخته شدن چند خون شد. من اصلا قصد کشتن برادر شوهر و پدر شوهرم رو نداشتم. اونها بیگناه کشته شدن. در دادگاه اما قاتل فربود اتهام تجاوز رو رد میکنه و گفته همه این ماجرا دروغه. با پایان اظهارات متهمان این پرونده، قضات برای صدور حکم و اجرای احکام پرونده رو به دادسرای تهران ارجاع دادند تا بعد از گذشت چند سال فرشته و فربود به اعدام محکوم شدند. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید.